توی این اپیزود از سینما دو رفتیم سراغ این که چرا باید سریال جنگل آسفالت رو ببینیم و چرا اینقدر بازی آقای نوید محمدزاده تو چشم میزنه از بدی البته با ما باشید قبل از هرچی داره سلام کنم و معذرت خواهی بابت صدای بمی که دارم سرما خوردم خیلی معذرت میخوام از صدای بدی که دارم و خیلی ممنونم از شما که این صدا رو تحمل میکنین بعدش لازم توضیح بدم اینجا کانال سینما 2 ما توی کانال سینما دو عموما در خصوص جریان ها و نظری سینمایی صحبت میکنیم و فیلم های مهم این جریان ها و نظری ها رو بررسی میکنیم و این بسطت ها اگر فیلم و سریالی هم باشه که جذاب باشه و حس کنم باید رجبه صحبت کنیم مثل همین سریال جنگل آسفالت قطعا ویدیوی آماده میکنم و راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. پس اگر علاقه من به این دست ویدیو هستین کافیه سابسکرایب کنین دکمه زنگوله رو بزنید تا مادامی که ویدیو رو بارگذاری کردم احتمالا از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشین و با افتخار ماست اگر تماشا کنید. سلال جنگل آسفالت از آقای پژمان تیمورتاش آقای امیر جفری بازی کردن خانوم ریما میفر همسر ایشون برادر زاده ایشون های علی رضا جعفری نوید محمدزاده همسر ایشون فرشته حسینی کلا یه کار کار خانوادگیه من که آدم یاد کار قاسم خانی میفته پیمان قاسم خانی میفته که حالا هم خانواده دور هم جمع شده بگذاریم سریال جنگل آسفالت سری بریم سراغ این نکته که چرا به نظر من این سریال دیدنیه و باید تماشاش کرد الان که تقریبا پنج قسمت از این سریال گذشته چند نکته هست که متمایز میکنه سریال و از بقیه سریال که تو حالا پلتفرم های دیگه دارن پخش میشن اولش تیتراج خوبه من واقعا عادت ندارم راجع به تیتراج صحبت کنم چون اون رو نه شمعی از کارگردانی میبینم نه ای از حالا بقیه قصه میبینم صرفا هوش و خلاقیت تیم گرافیکی میبینم نظر منه اصلا نمیخوام بگم درسته یا نه نظر منه احسان امیریه ولی اینجا به نظر من به یک همخانی و همفکری با کارگردان رسیده تیتراژش عالیه خیلی مینیموم کامل کافی کم و شما رو سریعا وارد قصه میکنه که این از ریتم خوب داستان میاد خود قصه خود داستان خود سیلال جنگل آسفالت به نظر من تا اینجا که اومده پلان و قصه اضافی نداره دیالوگ اضافی نداره دیالوگ ها خیلی هوشمند خیلی درست خیلی به موقع و به جا داره ادا میشه ریتم خوبی داره اتفاقات به سرعت داره پشت هم دیگه میوفتن چرا چون ما برگردیم به قصه قصه رو دوباره با هم مرور کنیم داستان داستان آدم هایی حالا اگر نخوام اسپویل کنم که توی مخمسه گیر میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که از این مخمسه توی فاصله حالا 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت تا بعد از اتفاق از اون مخمسه بیرون بیاد پس نیازمند اتفاقات سریه نیازمند به وجود اومدن موقعیت های دقیقه ای و ثانیه ای به نظر من تیم نویسندگی و تیم کارگردانی این مورد رو خیلی خوب متوجه شدن یه نکته فنی هم میخوام بگم در بحث تدوین و کات دادن هم حالا ما یک جا راجع به تدوین خوب تدوین بعد صحبت کرده بودیم که ریتم زمانی هم مشخص میکنه با کوتاه کردن نمای پلان ها تقریبا توی بحث فنی هم این ریتم خوب و سریع و به نظر من کارگردان و تیم تدوین توی سریال اووردن این آدم ها تو مخمسه که قرار گرفتن با اون بدمنی که دارن حالا که در ادامه این ویدیو بهش میرسیم که چرا بدمنش اتفاقا بدمن خوبیه و بدمن گندهیه و اون آدم ها توش توجیح پذیرن توی این موقعیت ها گیر میکنن و چون سریعا باید از این موقعیت ها بیرون میاد بخاطر خاطر همین سریال ریتم خوبی پیدا کرده شما نمیمونی روش و حتی حالا میگم خوب منظورم ریتم خیلی سریع هم نیست حتی شما چون گیج هم نمیشی اسم ها زیاد نیست موقعیت ها و اتفاقات زیاد نیست و خیلی سریع هم از روی هم اتفاقات رد نمیشی مثل حالا یه سری مثل قورباغه مثلا که این, مشکل رو داشت به خاطر که میخواست ریتم و نگه داره از روی خیلی از زیر سریع رد میشد ولی اینجا نه محدود کرده محدود کرده و اومده دور همونها به معروف چیده چیدمان قصهش رو جلو برده و شما داری بین سه چهار تا قصه جا جابجا میشی با یک ریتم مناسبی با یک ریتم درخوری و این نیازمند یک سریالی با این مضمون و این ماهیته که به نظر آقای پژمان تیمورتاش به خوبی تونسته از پسش بر بیاد از داستان ها و بازیگر های فرعی گفتیم به نظر آقای پژمان تیمورتاش به خوبی تونسته چیدمان کنه این آدم ها رو و کوپل کنه روی هم دیگه. قصه های فرعی که داریم بازیگر هایی که در حد یه پلان دو پلان حتی توی سریال داریم میبینیم خیلی خوب موقعیت رو درک کردن خیلی خوب اپس بازی و مسئولیتی که احتمالا تیم کارگردانی تیم نویسندگی یا خود کارگردان رو روی دوششون گذاشته بر اومدن احتمال میدم حالا آقای تیمورتاش اومده یک تعاملی هم با این کلاس های بازیگری و اینها کرده چون شکل بازی تقریبا شبیه همان بازیگرهای فرعی و خب خیلی به معروف بی سواد هم نیستن در این قضیه به نظر من از یه جایی از یک نهاد به خصوص اینها رو گرفته حالا با روابط و روادیدی که با هم دیگه داشتن متاسفانه 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 برخلاف بازی آقای نوید محمدزاده بازی بقیه بازیگرها عالیه من انتظار داشتم تو یک اثر واحدی به این شکل بازی آقای نوید محمدزاده یک مقدار چیدمانتر میشد یک مقدار حرستر می میشد قسمت های اضافش چیده میشد احساس میکنم که آقای تیمورتاش خودش رو پایین تر از بازیگر دیده و دیگه صلاح ندیده که توی دورخانی توی تمرینات قبل از به قول رو فیلم گرفتن یا راش برداشتن دیگه به ایشون نگفته که این شکل بازی این فرمتی که برای خودت انتخاب کردی خوب نیست حالا بیتاروف خیلی جواب نداده خیلی خوشکل بازی نمیکنه یک نکته بخوام بگم آقای نمید محمدزاده بازیگر بسیار خوب تئاتره بازیگر بسیار خوب سینما هم هست البته ناگفته نماند ما توی شب داخل دیوار راجع بازیشون صحبت کردیم منتها یک اندوخته و آورده ای داره ایشون از بازی سیستم تئاتری که داشتن و این هم متاسفانه گاهی وقتا توی سینما و مدیوم دوربین انجام میدن اون اندوخته چیه؟ حرکات اضافه دست و پاه یه تفاوت مهم میکال خوب اینجا رجوع بشن با هم صحبت کنیم یه تفاوت مهمی که بین بازی بازی مثلا تئاتری و سینمایی وجود داره شما ابزار بازیتونه در تئاتر ما چون یک نمای فولشات از آدم ها میبینیم تصور کنید فضا رو یک نمای که آد... این آدم ها دست و پاشون همیشه دیده میشه شما دائما مجبور میشی به خاطری که تماشاگر رو خسته نکنی دست ها تو تکون بدی پا تو تکون بدی اجزای صورت خیلی نه ولی گردن و اینها رو خیلی تکون بدی و از اینها بتونی بازی بگیری کار سختیه آقای نوید محمدزاده تو این کار فوق‌العاده اما اگر شما این ایده رو و این ابتکارها رو و این با قول اکت ها رو وارد سینما بکنی اگزاجره میشه مثل بازی که الان آقای نوید محمدزاده توی جنگل آسفالت داره بازیشون بازی خوبیه نمیتونم بگم بازی بدیه اما در مدیوم دوربین خیر ما توی مدیوم دوربین گاهی وقتا یک بخشی از صورت رو داریم یک مدیوم شات داریم از کمر به بالای بازیگر رو داریم چه میدونم مثلا از شونه به بالای بازیگر رو داریم یا یک بخشی از بدنش رو اصلا داریم نیاز نیست بازیگر اونقدر اکتیو باشه و نباید هم باشه در تئاتر ما مثلا داستان هملت رو میبینیم به عنوان مثال اوتلو رو میبینیم و یا با این دیدگاه و پس زمینه فکری وارد صحنه نمایش میشیم حالا اون محلی که اجرا میشه که قرار انسانهایی رو ببینیم که از فضای عادی بیرون اومدن و نمایش تئاتری رو دارن اجرا میبرن با توجه به این که فضا زنده است این باور و این عقیده در پس ذهن ما باید به وجود بیاد اما در سینما هرگز اینجوری نیست سینما رالتره سینما واقعیتره در زندگی عادی شما برگردید به داره دوستان و خانواده و رفقاتون خیلی حرکات اگزاجره دست نمیبینید خیلی حرکات اگزاجره منظورم بزرگ نمایی شده است خیلی حرکات اگزاجره پا نمیبینید خیلی مثلا اتفاقات عجیب غریب نمیبینی چون واقعیت اینجوری نیست اصلا در فلسفه تئاتر و سینما حالا خوب این اینجا بگیم تئاتر دشمنی انسان با خدایان و دشمنی انسان با تقدیره اما در سینما ما دشمنی انسان با انسان رو یا انسان با جهان رو میبینیم همین 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 تفکر کوچیکی که از زمان افلاطون و از تئاتر وجود اومده و در ابتدای قرن بیستم با وجود اومدن سینما نظری پردازهای سینما عقیده دیگری برای سینما آوردن همین تفاوت بازی دو تا شاخه متفاوت رو تقریبا نشون میده درسته که شبیه همن درسته که تقریبا بیس کار یکیه اما یه سری اختلاف ها و ریز اختلاف ها دارن که اینجا خودش نشون میده به نظر من به نظر من آقای پژمان تیمورتاش میتونه سه مقدار حرس کنه بازی آقای نوید محمدزاده رو یه مقدار به یک تعامل دیگه با هم دیگه برسن به لحاظ فکری ذهنی بعید میدونم ایشون بازیگر نافرمانی باشن ولی خودشو کوچکتر دیده احتمالا از بازیگر مثل اتفاقی که توی پدرخوانده و مالو براندو افتاد پدرخوانده آیه فرانسیس فورد کاپولا مسابقه که بعدها سالها بعد انجام داد گفت من اگر پدرخوانده رو میانه های مثلا کریر هنری خودم می ساختم احتمالا بازی مالو براندو رو قیچی می کردم حرس می کردم یک فیلم نباید دائما بره زیر سلطه یک بازیگر شما یک اثر هنری رو باید واحدش رو کاملش رو به یاد بیاری یک فیلم باید خوب باشه نه یک بازیگر باید خوب باشه حالا در بهش میگن خوشگلیسم صحنه نباید بگیره یه بازیگر رو اینجا الان متاسفانه اتفاق افتاده بازم میگم اینها همه نظرهای شخصی منه و امیدوارم که حالا تغییری توش به وجود که بعید میدونم بیاد دیگه حالا توی مثلا کارهای بعدی آقای تیمورتاش حواسش به این قضیه هم باشه یه نکته ای که خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه و خیلی گاهی وقتا رعایت نمیشه توی سریال ها و فیلم های ما بدمن قضیه است توی سریال جنگل آسفالت بدمن قضیه واقعا گنده است واقعا بده ترسناکه قویه به خاطر همین شما ترس آقای امیر جعفری رو باور میکنی قایم کردن پسرش رو باور میکنی دزدیدن دخترش رو باور میکنی مخمسه رو باور میکنی اینکه همه آدم ها حول هم جمع شدن که یک اتفاق رو فقط به معروف برطرف کنن شما این رو قبول میکنی چرا چون بدمن قضیه داره کارش رو خوب انجام میده این به نظر من هوش نویسندگی تیم نویسندگان بوده تو خیلی از سریال ها خیلی از فیلم ها شما بدمن رو باور نمی کنی مثلا میگم اونقدر آدم بدی هم نیست حالا یا اینقدر هم مشکل گنده نیست که مثلا این اتفاق داره میفته خیلی معدود واقعا توی سینما ایرانی اتفاق میفته بخوام مثال بزنم مثلا بدمن پوستشیر بدمن قویه بدمن گنده ایه بدمن مثلا متریشی شیش و نیم که من میگم خود متری فیلم خوبی نبود ولی گنده است قویه عقبه داره استخونها و تنش چاقه به خاطر همینه که شما اون همه اتفاق و اون همه چیدمان قصه رو باور میکنی برگردیم به آقای فیلم مثلا سریال آکتور مشکلات رو واقعا خیلی قوی نمیدیدیم مثلا این آدم ها حول مسئله جمع میشدن که چه میدونم با یک اتفاق ریز با یک فلان همه چی برطرف میشد اونجا که شما قبول نمی کردی پس داده میشدی خیلی برات کمدی می اومد چی قول استرس و حساسیتی که اون آدم ها نسبت به حل مشکل داشتن ولی اینجا خیر اینجوری نیست بدمن قضیه اونقدر بده اونقدر گنده است اونقدر عظیمه به نظر من عظیم حالا نه خیلی چیز عجیب غریبی در قالب قصه در قالب قصه که داره روایت میشه که وقتی که مثلا امیر جعفری شکلی بازی میکنه که چشماش رو میخواد شکلی چیدمان کنه که ما ترس و توش ببینیم ازش قبول میکنیم میگیم درسته واقعا ترسیده و باید هم بترسه و باید هم بترسه چون خیلی قرار اتفاقات ناگواری احتمالا در آینده بیفته اگر اون چیزی که بعد من داستان که حالا ما اینجا آقای آسفالتیه که اسمش یادم رفت نخواد اتفاق میفته یه نکته مثبتیه که سریال جنگل آسفالت داره و باید بهش توجه است. اصلا به نظر من تیم نویسندگان عالی کار کردن توی سریال جنگل آسفالت برگردیم به قصه فرشته حسینی توی سریال آدمی که برادرش توی زندان برا... برای قتل قرار اعدام بشه، مادرش سری مشکلات رو داره و این مجبور شده بخشی از بار زندگی رو روی دوش, روی دوش خودش بکشه برای اینکه خانواده بخواد سرپا بمونه. و اومدن حالا تفریح آدم رو چی گذاشتن؟ فوتبالیسته. حالا فوتبالیست ورزشگاره بخوایم بگیم یعنی چی؟ یعنی آدم در فضای خالی خودش در اوقات فراغت خودش سراغ چیزی میره که فقط خودش میتونه اونو بسازه یک ورزشکار هرگز با مثلا تن لش بودن و با پلشتی و با خواب و آلودگی نمیتونه به اون نقطه ای که میخواد برسه و تلاش میخواد و زحمت میخواد و زحمت میخواد و زحمت میخواد و, زحمت میخواد. و این آدم زندگی خودش رو توی ورزشش هم آورده برگردیم به اون اپیزود دوم سوم که حالا دنبال فرشته حسینی میکنه این مجبور میشه فرار میکنه ما یک اپیزود کامل این کلاکاسکتش رو توی دستش میبینیم که ولکن محامله هم نیست هر جا میره اینو با خودش میبره چرا؟ چون چیزی که احتمالا به دست میاره سخت به دست میاره و شما چیزی که سخت به دست بیاری هم سخت از دست میدی خیلی من نظر من این موتیف, موتیف قشنگی بود کارگردان و تیم نویسندگی خیلی هوشمندان روی این موتیف اومدن کار کردن که این آدم این کلاهه رو تحت هیچ شرایطی ول نمیکنه چون احتمالا سخت پیداش کرده سخت به دستش آورده و خب خیلی شما باید سختی بکشید تا بتون چیزی توی دستش در بیاری چون آدمیه که توی زیست خودش همیشه سخت دارایی هاش رو از دست داده چون براشون تلاش زیادی کرده این هم یه نکته که من نظرم باید به قصه، توی قصه بهش توجه کرد و به تیم نویسندگانش یک ستاره مثبت داد که تونسته همچین موتیف جذابی هم توش استفاده بکنه یه چیز دیگه هم که هست ما یه خوبانه توضیح هم اینجا راجع بدیم ما یک چیزی داریم در قصه پردازی و در فیلم نام نویسی به اسم روایت روایت قبل از قصه و دیالوگ نویسی قرار میگیره حالا مثلا یک آدمی میخواد شخصیت درونی خودش رو پیدا کنه میره در یک سفری و توی سفر با سری آدم ها آشنا میشه حالا رفتن این آدم به سفر و آشنا شدنش با آدم های دیگر میشه قصه ما این که این آدم میخواد خودش رو درون این سفر پیدا کنه میشه روایت ما پس روایت قبل از فیلم نام و قصه قرار میگیره توی جنگل آسفالت ما یک روایت داریم روی زیست آقای امیر جعفری اونم چیه که این آدم بالاخره میخواد یه کار درست انجام بده بالاخره میخواد به خودش ثابت کنه که بابا با اینقدر هم که فکر میکنه و بقیه میدونن آدم به درد نخوری نیست آدمی که تا الان خیانت کرده برشکست شده خیلی رو رفش نمیشه حساب کنی قبلا تو بازار زمین خورده دروغ گفته آدم معتمدی نیست حتی اگر بخواد همکاری برای پسرش انجام بده و جور کنه باید یه نفر دیگر رو بیاد واسطه کنه اما اینجا روی این نقطه وایستاده که دیگه باید خودش رو پیدا کنه دیگه باید برگرده به با اون اصل خودش و باید متوجه که آدم مفیدیه و حاضر همه کار هم برای این قضیه بکنه اونم در چه زمانی؟ در زمانی که اتفاقا یکی از بدمن ترین بدمن های ممکن جلوشه یکی از بدترین آدم هایی که میتونست باش مواجهه کنه در چه زمانی باز هم؟ زمانی که یکی از آدم مهم زندگیش در خطره و اونجاست که احساس میکنه دیگه اون همه بدی و رزلی بسه وقتی فرزند خودش رو در خطر میبینه اونجاست که تصمیم میگیره پیدا کنه خودش رو و خودش رو به عنوان آدمی مفید به خانوادش معرفی کنه و ما به این قضیه و اتفاق در فیلم نامه نمیسی میگیم به زنگاه شخصیت ساز یعنی نقطه‌ای که شخصیت برمیگرده به خودش و عقبش به زیستش و تصمیم میگیره کار دیگری رو برخلاف اون چیزی که تا الان جلو اومده انجام بده است. اتفاقا اینجاست که قصه داره جلو میره اونجاست که یک آدم از نترس از بقول معروف باختن نمیترسه و میره سراغ برنده شدن و ما تلاش اون آدم رو برای برنده شدن میبینیم اینجاست که قصه اتفاقا جلو میاد ریتم میگیره شکل میگیره شاخ و برگ های خوب و درستی پیدا میکنه به خاطر همین هم یک ستاره دیگه ما به تیم نویسندگان سریال جنگل آسفالت میدیم حالا خیلی هم اونا منتظرن ما ستاره بگیرن بگذاریم در کل سریال جنگل آسفالت به نظر من یکی از بهترین سریال هایی که حداقل امسال توی پلتفرم نماوا داره پخش میشه بخلا من واقعا خیلی منتظرش هم نبودم حقیقتا اما یکی دو اپیزود که ازش دیدم علاقه من شدم و به نظرم سریالیه که بار فنی مناسبی داره اگر وقت کردین حتما ببینینش خیلی ممنونم خیلی دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما بودین مواظب خودتونم باشین خدا نگهدار